درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 19 از ماه اوت آگست سال 2015 میلادی. روزها و سالها میآیند و میروند و ما همون مردم استبدادزاده منکوب مغلوب مخذول که بوده ایم هستیم و همه تلاش ها برای آزادی و رهایی به هیچ جا نرسید و متاسفانه پردردترین و پررنجترین پدیده است که بر ایران و ملت شریف و بزرگوار ایران حاکم بوده است. عرض کنم که خارجی ها که به ایران می آمدن هر کدام چیزی می نوشتن. خب بعضی صفات رو به ما متصف کردن که مردم ایران اهل تعارفات هستند و در عرض کنم که گفتن حقیقت صرف جو هستن. این دیگه دیپلماتیک ترین طرزی است که بگن آقا دروغ گفته میشه در این مملکت، دروغ رایج شده و تقصیر مردم نیست اگر چنین چیزی هست. آقا وقتی استبداد اسلامی، ببینید استبداد فردی میاد و میره، استبداد ایدئولوژیک باقی میمونه. فرض کن میگه که حافظ میفرماید شدن که اهل نظر بر کناره میرفتن، هزار گونه سخن در دهان در زبان و لب خاموش. یعنی یه دوره استبدادی امیر مبارزالدین محمد و بعد وقتی شاه شجاع میاد نشاط میاد و باز در واقع بیان رو میشود به میمیان آورد و روزگار خوش میشه. اما وقتی یک استبدادی در واقع چگونه ارز کنم نهادینه شد در نهاد مردم و یک استبدادی همینطور استبداد فکری، استبداد ایدئولوژیک مثل این استبداد اسلامی که بیچاره کرده تاریخ جهان رو، بیچاره کرده منطقه رو که به بدبختی و نکبت مطلق کشیده. آقا مگه میشه که یه کشور مسلمان نباشه که بشه که آقا دوتای دانشگاه خوب توش پیدا کرد، چهار تا آدم هنرمند، فیلمی، سینمایی، ورزشی، هیچی چون الحمدلله دلاش رو پشت تعوا کن. این ایدئولوژی اسلامی بوده. اگرم کوچکترین حرفی بزنی که آقا یعنی چه شلاق زدن، یعنی چه زن آدم نیست، آقا شما علیه قرآن کریم که از آتون وارد چرا صحبت میکنید، شما ملحد و کافر هستید، شما به سنگسار بشید. این استبداد نکبت ایدئولوژیک بیچارگی کل منطقه رو عرض کردم. هر جا این اصلاح پاش رسید درختان بیگه میوه ندادن، به جهت اینا هر جا که میرفتن برای غارت و دزدی میرفتن. ابن خلدون به وضوح میگه آقا اینا هر کجا پاشون رو گذاشتن خرابی آوردن. نگاه کنی به یمن، یمن تا زمانی که دست آزادگان بود، یعنی دست ایرانیان بود، آباد بود و در واقع تولید نعمت میکرد. به محض اینکه اسلامی ها رفتن خرابه شده، قصرهای بزرگش هم شاهکارهای باستان رو اینا خراب کردن، دست ابوبکر رو اینا که هیچی بزرگتر از کعبه نمیتونه باشه. خب این عربای بیچاره چیزی نداشتن جز اینکه پرده سیاهی بکشن روی مکعبی دورش بچرخه، اینم شد داستان، اینم شد خانه خدا. نمایندگانش هم نگاه کنید، اون عکس اون احمدی نژاد که خابیده و پتو رو خودش کشیده بعد سر سفره گفت الفقر و فخری، گدایی فخر. آقا گدایی که فخری است که، گدایی که افتخار نداره که، بابا جان که الفقر و فخری. بفرما این آقا رو نگاش کنی، این مردکی که واقعا شرف و حیثیت انسانیت ایران رو برده، نگاش کنی لطفاً بیارین این آقا رو که 800 میلیارد پول مملکت رو به باد داده، نگاه کن. این عکس‌ها رو انداخته، می‌دونین چون می‌دونه مصرف کننده داره در من نمی‌خوام توهین به روستا بکنم، روشن‌ترین آدمای ایران از روستا آمدن، ولی به آدمای بی سواد بیچاره ایران این خوراک درست کرده. تو رو خدا نگاش کن، یعنی ما کوخ‌نشینیم. آقا خدا پدر کاخ‌نشین‌ها رو بیامرزه. رهبر مملکت باید در کاخ بنشینه، چون همه دنیا به رهبر نگاه میکنن. اینو نگاش کنین تو رو خدا، این یدالله گدا خوابیده اونجا و قیافش و شکلش و حرکاتش و رفتارش و منرش و همون یدالله گدایی بود که بود. حالا سفرهش نشون بدین لطفا، بانون سنگکش نگاه بدین.
همه این میلیون ها دلار لحظه آخر دزدید و بار کرد و رفت. آخوندان نتوانستن چون تمام اطلاعات سری در اون دوره که اون متکر بیرون کرده بود، اسمش هم که یادم نیست، این داشت، اینا جرأت نکردن علیه این چیزی بگن. هر چه پول بود روز آخر با کامیون میگن غارت کرد و برد. موزش هست یه جایی هم هست نشسته امیر جان، دو تا نون سنگک خالی هیچ هم تو سفرهش نیست، انداخته تو همین ایمیج، از هر موقع پیداش کردی نشون بدیم. خجالت آوره واقعا. اینا همون چیه؟ الفقر و فخری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فقیرم که نبود که بابا، که الفقر و فخری. هر جا پای این جریان رسیده مثل طاعون بوده آقا، طاعون. هیچ کس هم نتونست در طول تاریخ نفسش از بینیش بلندتر بشه. میکشتنش، نه که علما بکشن، حالا علما میکشتن، عوام الناس. اینه میگن نبوغ، اینه میگن نبوغ، که تا هستی با شمشیر مردم بکشی و به زور شمشیر بیاری بگو اشهد ان محمد رسول الله. وقتی هم بمیری یه حزبی بذاری که 1400 سال بعد اسم میدون سرش ببرن. اینه میگن استبداد، نه استبداد هیتلر رو، نمیدونم استالین رو، نمیدونم کی. آقا استبداد فکری، ما اسیر استبداد فکری هستیم، باید زنجیر رو پاره کنیم. نگاه کنیم تو رو خدا، اینه نگاهش کنیم، نشسته دو تا نون پرت کرده اونجا، یه تیکه پنیرم گذاشته جلو. و میلیارد ها دلار رو دزدیدی کجا بردی؟ حیف و مل اموال مردم رو چرا کردی؟ 800 میلیارد دلار این آدم که نشسته اونجا که 10 شاهی نمیارزه، مایه آبروریزی مملکت بوده، از بین برده. تو رو خدا نگاه کنی، تزویر و دروغ و ریا جز لاینفک این بچه آخونداست. حالا تو یه نمیدونم یه قرمه سبزی یه کبابی نذاشتی بخوری؟ میخواد چه بکنی؟ بابا این داستانه که شنیدی دروغ بوده که علی نمیدونم نون جو میخورد. آقا 3 تا بچه رو که با نون جو نمیشه بزرگ کنی، که میگرفت از بیت المال میخورد، شکم بچه‌هاش هم پر میکرد، همه ماشاءالله رشید و خوب و شمشیر زن، همه هم اسمشون رو سعی میکردن بذارن حرب، ببین شکم پاره کنن. حرب اسم پسر چیه؟ حرب. نه حالا بذار حسن، اون یکی چیه؟ حرب. نه حالا اونم بذار حسین، هی حرب. ساتورش دستش بود صبح تا شب حرب میکرد. آین حرب نگاه کنی، همین آقا که نون و پنی گذاشته، هواپیما برداشته، سغرا خانم و سکین خانم و زینب خانم و هر که تو قوم کشاش بوده برش آورده تو نیویورک، یک چیز هتل گران قیمتترین هتل گرفته، افتادن توی فروشگاه آمریکایی، صدها هزار دلار خرید کردن، تاپوندن تو اون هواپیما برگردوندن، الان میشینه سنگک نشون میده. وقتی ملت حاکم نیست اینجوریه دیگه، قربتون برم. حساب کتاب در دست هیچ کس نیست، جوابگو نیست استبداد. این ظریف خدا نشناس بچه آخوند فرومایه مزور دروغگوی ریاکار، حالا یک شرح مبسوطی هم در متن اسد گفته، آدم خجالت میکشه دیگه. جنایتکارتر از اسد ما نداشتیم در خاورمیانه، از حجاج ابن یوسف تا این آدم ما از این جنایتکار نداشتیم. بیشتر از 400-500 هزار نفر از مردم خودش و زن و بچه مردم رو کشته، چند میلیون نفر رو آواره کرده، اخیراً هم اختراع کرده، بشکه های بزرگ درست کرده، توش دینامیت C4 تپانده، توی هلیکوپتر میره بالا سر مثلا حلب یا یه جای دمشق، آدم ها پایین نشستن میبینن بمب اسد آمد، وقتی هم میخوره زمین چند محل رو خراب میکنه. این آقا در اون کار رو مت گفته. شنیدم زیبا کلام هم جوابی داده. امروز این مصاحبه داشتم ساعت 10 با آقای حجازی، آقای حسین حجازی دوست عزیز، ایشون گفت که بله ایشون مقاله نویسی کرده در متن اسد، این همین نوشنگ ظریف، بترسید از این بچه آخوندهای فرنگ رفته که بیعقلترین و مضرترینشون هم اون علی شریعتی کذا و کذا بود، که یک ذره المثقال عقل نداشت این مردک،
که بفهمه آقا درد مردم چیست. فکر میکرد مردم امام میخوان. گرچه اگه امروز بود گوشه اوین جاش بود، اما یک ذره شعور ایرانی نداشت، یک ذره شعور آزادی نداشت، یک ذره فهم درک انسانی رو، انسانیت رو نداشت، نمیفهمید چون بچه آخون بود. تلقینات ابوی با شیر اندرون شد و با جان به در رود. بله، اینا مملکت ما دست اینا افتاده، دست اینا افتاده. شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر از روزگاری که اینا آمدن تا به امروز. یک آدمی که بشه در صحنه جهانی این رو گفت که آقا اینم ایرانیه و اینم از جز این دولته، به ما نشون بدید. یک مرد محترم نازنینی در ابتدای کار که کلاس داشت و شخصیت داشت و بزرگوار بود، من تعجب کردم. آقای محلاتی نام ایشون در سازمان ملل نماینده آخوند. من گفتم عجب، پس بین این آخوندها و این کارگران و کارمندان این رژیم آدم درست حسابی فاضل دانای با شخصیت با پرستیژ پیدا میشه. از بیانش پیدا بود. گفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. بعد از 3-4 ماه دیدیم ایشون غیب شد. گفتم من مرد باید پیدا کنم و درود بفرستم به او که نمانده. بعد ارتباط برقرار شد. این افتخار سخن گفتن با این مرد بزرگ که امروز استاد دانشگاه است در این آمریکا دست داد. گفتیم آقا ما خیلی تعجب کردیم شما رو دیدیم، چون همچی آدمی مثل شما نبود. گفت آقا ما برای خدمت آمدیم، به خدا سوگند ما برای خدمت آمدیم، دیدیم میسر نیست رفتیم. خب از شبت که روزهای چهارشنبه رو با برنامه رو میخواییم تغییر بدیم خدمتون و در باب مطالب دیگر صحبت کنیم. اون 5 دقیقه آخر 2-3 غلطی که اصلاح شده است رو در شاهنامه به شما خانشون خواهیم داد، ولی امروز نه، چون من فرصت نکردم. پیش از اینکه بیام یک منبر دیگری داشتیم ما در خدمت آقای حجازی در پرژن رادیو، اونجا در باب مطالب مختلف صحبت میکردیم 10 تا 11 عجولانه بنده این فوتر رو به تن کردم اومدم خدمت شما که برنامه جمع. ولی از هفته آینده در باب مطالب دیگر صحبت میکنیم. 5-6 دقیقه آخر ما تصویر نشون میدیم، صفحه کتاب رو نشون میدیم. فعلا در غلطهای چاپ مسکو هستیم، اونا رو به شما معرفی میکنیم. خیلی مهم هست برای بعض شما، اصلا اهمیت نداره. برای بعض که در ایران هستن و در خارج هستن و توجه مسائل ادبی و موضوع نقد دارن مهم هست. بنابراین اجازه بدید اون 6 هفته‌ایقه رو در اختیار اون هموطن قرار بدیم که دوست دارن بدانن این مطالب رو. این است که مسکو که تموم شد بعد میپردازیم به خبط و خطاهای شاهنامه آقای خالقی، اون رو نشون میدیم خدمتتون، استدلال میکنیم و قضاوت رو به شما واگذار میکنیم. امروز هم در باب مطالب دیگر صحبت میکنیم. ممنونم از شما عزیزم امیر جان. خب یک چیز اینجا نوشته شده که ایران از دید مهندس ژاپنی حقایق، حالا اگر ایرانی نوشته یا حقیقتا این مهندس نوشته من نمیدونم، اما مطالبش بد نیست. در روانشناسی امروز ما به خصوص اون چیزی در شهر تهران میگذرد اینها بد نیست. نوشته است به گزارش رادیو بین‌المللی چین، من وسیله برای در واقع تحقیق درباره صحت یا سقم این مطلب ندارم. این متن انتقادی که نویسنده اون مهندسی ژاپنی است که در اصلیه بوشهر کار میکنه اشاره داشته که مردم ایران مانند زامبی ها هیچ هدف آرزویی ندارند و تنها صبح و شب خود را به هم پیوند میدهند. شب رو روز شد، شب رو روز، اما نماز رو فراموش نکنید. الحمدلله خدا رو شکر که دین ما برترین ادیان است. متن کامل یادداشت مردم ایران زامبی شدن بدین شرح است: اگر یک چراغ جادو را در مقابل مردم دنیا بگیرید و به آنها بگویید که غول داخل آن
یک آرزویشون را برآورده می کند، هر فردی از هر کشوری آرزوی متفاوت خواهد داشت. یکی بوگاتی می خواهد، دیگری کشتی تفریحی دوست دارد، یکی می گوید هواپیمای شخصی، و یکی کاخی بزرگ را طلب می کند، و یکی هم می خواهد صاحب یک سایت مانند فیسبوک باشد، و شاید کسی هم می خواهد نخستین فضانوردی باشد که قدم روی مریخ می گذارد. حالا همون چراغ جادو را مقابل مردم ایران بگیرید. نفر نخست پول زیاد می خواهد. پول. اون یکی پول فراوان می خواهد. یکی دیگر پول هنگفت می خواهد. اون یکی 3,000 میلیارد طلب می کند. یکی دیگر می گوید می خواهد بین فامیل پولدارترین باشد و هرگز ثروتی کسی از او بالاتر نرود. حالا در تحلیل این موضوع که درست گفته، ما هر کی دیدیم از ایران اومده فقط پول. گفتیم آقا یه ساینی بزنیم یا بزنیم به سینمون که کسی از ایران، با من حرف پول کسی نمیزنه، چون میدونن نه ما اهلشیم، نه پول داریم، نه هرگز میخوایم داشته باشیم، نه اصلا تو این باغ و این فضای پول ما نبودیم. این تعلیمات بچگیمون هم اینطور بود. حالا بمانم، اما در جاهایی که دیگران هستن و اینها همه صحبت پوله. حالا چرا پولکی شده ملت؟ به جهت اینکه وقتی که دولت منحوسی مثل این جمهوری آمد و راه اندیشه های بزرگ رو بست و راه ذوق انسانی رو مسدود کرد و طریق تعالی رو بست، چه میکند آدم؟ میره دنبال پول، منافع شخصی. وقتی که مسئولیت های ملی را از شخص بگیری و در واقع به او بگویی تو در اداره مملکت هیچ کاره هستی، برو نونون نمیدونم قرمه سبزی تو بخور، چی کار میکنه؟ کاری دیگه نیست بکنه جزی که بره در رقابت پولی و همچشمی و ماشین ما از تو بهتر و خونه ما گشادتر و گندتر و از این حرفا. دیگه اندیشه های بزرگ و مسدود کردن استبداد. اینقدر که حرف پول مردم ما میزنن، هیچ که نمیزنه. اینجا هم که میان اون آز و طمع پول هست. هر حرفه‌ای که داره در اندیشه خدمت نیست، در اندیشه جمع کردن پول ها رو از هر طریقی. اینجا هم طور قانونی بسیاره، یه لایسنس شما بگیرید بذارید به دیوار که من مثلا وسایل پزشکی تهیه میکنم، یهو میبینید 2 میلیارد دلار این دوزیده، کما اینکه در گلندل 2 سال پیش 2 میلیارد دلار یه جای کوچیکی که نصف این سالو نیست که من حرف میزنم از دولت دوزیده بود، جعلی، که به وازگن اینو دادیم، به نمیدونم محمد اونو دادیم، به چی دادیم، چرخ و چنبیل دادیم، اینا درست کرده. 2 بیلیون دلار دوزیده بودن. خب پس بنابراین این هم ما، شما تاریخ ادبیات مملکت رو بخونید، تاریخ تصوف رو بخونید، همیشه اعراض از این در واقع مسائل دنیوی و عرض می کنم که جیفه دنیا یا لا هرچه گفت، نه چه کودکم که میلم به مویز و جوز باشد، تو مویز جوز خود را به ستان و در سبد کن. بله حافظ میگوید گرچه که گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. همش داستان این بوده که معنویت و دوری گزیدن از عرض میکنم که مطالب مسائل دنیوی، حطام این دنیایی. اما درست برعکسه، الان درست برعکسه. بعد یه عده شروع کردن از این حرفا زدن، اما دوسترین آدم همونا بودن که قضایای معنوی رو بعد چیز میکردن و میکنن. آقا دنیا رو بریز دور، آقا چه دنیا، چه بر دنبال معنویات بینم، پول چی آوردی؟ برید تو این بعضی این خانقاه ها ببینید. این گفتم خانقاه ها، عرض کنم که این بدون معنی نیست که آدم های بزرگ، آدم های معنوی وجود ندارن، وجود دارن، اما اغلب و اکثر از همون گونه هستن که مردم رو به معنویات دعوت میکنن. همونایی که قراره به معنویات
رهبر شدن باید پولشون رو بدن یا آقا بخوره. آخوند بزرگترین نمونه است دیگه. از جعفر صادق بزرگتر نداریم که میگه پولت بده من بخورم که تو رستگار بشی. ما بین ائمه کسی نمیشناسیم پولکی نبوده باشه. همه زندگی درست حسابی فاخر داشتن اینا. چه کاره هستی؟ من فرزند دوازدهمه علی. خب به درک فرزند دوازدهم علی هستی، به ما چه ربطی داره؟ و اصلا به تو چه ربطی داره؟ حالا مردم باید کار کنن تو بخوری. حالا اون روزگار پدر نخستین با شمشیر میرفت میگیره اموال مردم، حالا تو اومدی به نام خدا و پیغمبر و معنویت و بهشت و دوزخ جیب مردم خالی میکنی. یکی از اینا کار نکرد آقا، یکیشون کار نمیکرد. حضرت علی در روزگاری که در منزل نشسته بود میره برای یهودی ها چا میکنه. آقا یه یهودی دیگه نذاشته بودن، یا سر بریده بودن، یا بیرون کرده بودن. یه چند نفری هم که به بیگاری کشیده بردگی در خیبر، اینا رو هم عمر بیرون کرد. دیگه در دوران علی کی بود یهودی که چا بکنه؟ مسخره کردیم ما رو، خودمون رو مسخره کردیم. حاله از نور دور ایناست. این حاله از نور مال این بوده که زیادی میخوردن لابد فشار خونشون میرفت بالا. نمیدونم هر کدوم نگاه میکنی 40 تا بچه، 35 تا بچه، 25 تا بچه. اینا رو کی نون خور؟ علی 33 تا بچه داشته. آقا کی نون اینا رو میدادی میخورده؟ شما بیا رو برای یهودی هیچی، برو برای حاج آقانم چیچی کوچا بکن ببینم 33 تا بچه رو میتونی نون بدی؟ خیلی خوب، این از بخش اولش. بیشتر مردم ایران آرزو ندارند، آرزو این ندارند. درست میگه، امان از روزگاری که آدم بی آرزو بشه، امان از اون روزگاری که آدم دریم به قول اینجا یا رویا نداشته باشه. مسئله هست اینجا مرتب تکرار میشه به خصوص از زمان سیاستمداران که دریم شل نور دای، رویاها هرگز نمی میرن. رویا هم در ما مرده. نه تنها از آزادی خواهی دست کشیدیم براش هیچ کار نمی کنیم، دیگه آرزوی آزادی خواهی هم نداریم. مثل این که به زنجیر بودن عادت کردیم، حالا آیین گدایی و رسم فرومایگی رو هم اینا دارن شایع میکنن. پول خود مردم رو میگیرن، غارت میکنن میلیون میلیون، یکی دهش رو میذارن کف دستشون. یعنی شما تکدی بکنید به کف در مقابل ما آخوندها و راضی باشین. اگه نه ایرم نمیدی ما، اون سنگکم که میخوری قطع میشه. معنیش اینه. کجا شد اون دلاوری ها و اون مقاومت ها و اون مردان بزرگ و رجالی که در ایران بودن؟ در هیچ جا نبودن به دلاوری و بزرگواری و بزرگی. بخش اعظمش از این از شیعه‌گری نکبت هست. بزرگترین بخشش، گفتم بخش اعظم اشتباس، از استبداد میاد توأم با این جریان. به جهت اینکه وقتی شما مردم را آزاد گذاشتید آقا، مثل اینکه این تفکرات این انسان متصل میشه به همه گیتی، به جهان هستی، به جهان هنر، به جهان آزادی، به جهان شرافت انسانی، ذوقیاتش رشد میکنه. این روسیه رو میبینید؟ این یک زمانی چخوف داشت و داستویوسکی داشت و عرض میکنم که نویسندگان بزرگ آهنگسازان. این استبداد استالینی که آمد، شروع کردن این کارخونه آلمانا رو آوردن و مهندسی یاد گرفتن و موشک پوشک ساختن و اینا، امش ماشین قرازی به در نخورم ساختن و مثلا صنعتی شدیم. اما این استبداد راه ذوقیات و هنر و تعالی انسان رو گرفت به وجهی که یک نویسنده درست حسابی هم درش پیدا نمیشد. خب پاراگراف دوم، مردم ایران، بیشتر مردم ایران آرزویی ندارن. اونها میخواهند هر مشکلی را با پول حل کنند و هر چیزی را با سرمایه گذاری مستقیم مالی به دست بیاورند.
اونا حتی اگر سلامتی یکی از اعضای خانوادهشان را میخواهند با خدا معامله میکنند. اگر شفا پیدا کند 500 تومان میگذارم کنار مثلا گور فلانی. تعریف خیلی از آنها از نذر کردن ارائه پیشنهاد مالی به آسمان است. ای آسمان، ما این پول میدیم 5 تا، این فتق این پسر عموی ما رو خوب کن ان شاء الله تعالی. ارائه پیشنهاد مالی به آسمان است. کسی نذر نمی کند که اگر مشکلش حل شد بعد از اون دروغ نگوید و ریاکاری نمی کند. نکند. آقا عجب حرف بزرگی زده. آقا باید نذر کرد که آقا ما این پول نذر می کنیم که یا دست بریده حضرت عباس، ای ریش پرخون حبیب نازی، یاری کن من دروغ نگم. چون همه مفاسد ریشش در دروغه. کسی که دروغ آزمای شد، فردوسی میفرماید دروغ آزمای، دروغگو رو میگه دروغ آزمای، همه مفاسد ازش بیرون میاد. چه؟ چون با دروغ ما چیز میکنیم دیگه، رفع رجوعش میکنیم، بزا کار خلاف بکنیم بعد میگیم نکردیم. من کسی هم که شاهد نیست که. حالا یک کسی در یک موردی میگفت که این البته خیلی عرض میکنم از لطفی هم خالی نیست، میگفت اگه خانم شما رو با یک خانم دیگر در رخت خواب گرفت به کل منکر شی، تون تا زمانی که منکر بشی شانسیش داری که فرا کنی، ولی اعتراف کردی بدبختت میکنه اون خانم. میگفت من تازه ازدواج کرده بودم، یکی از هنرمندان بسیار نازنین ماست، دوست من هم هست، خیلی هم بهش علاقه دارم، حرفای بامزه میزنم. آقا ما با خانمون تازه ازدواج کرده بودیم، یه هفته بود بعد رفته بودم یه خانم دیگری رو برده بودم، نمیدونم در هتل فلان جا در خیابون شارزا، دیدم که یه ماشین بوق میزنه، حالا من پشت به اون خانم نشسته، نگاه کردم دیدم خواهر خانومه، گفتم یا حضرت عباس بیدست، ولی خودم نباختم. دوباره بوق زد، باز نگاه کردم، یعنی من که نمیشناسم، دوباره بغزت، گفتم خانم مثل که با شماست، یعنی من اونی نیستم که تو فکر میکنی هستم. این خانمم متحیر موند، ما گاز دادیم اومدیم خونه، دیدیم آقا دنیا داره خراب میشه. آمریکایی میگن the hell broke loose، یعنی در جهنم باز شده بود. گفت که داره بیداره سر چی خانم؟ گفت تو ماشین من نبودم. کجا من بودم؟ من اصلا تو خیابون شارزا نبودم، من در اوین بودم اون ساعت که شما میگین چه حرفی میزنی اینا. گفت باورش شد. سفارش این مرد بزرگوار این بود که اگر در این امتی گرفتار شدید فرار کنید و بعد منکر شید که من نبودم، شما اشتباه کردید. شانس داری در این پیشگاه اون خانم که پوست از کلت خواهد کند، شانس داری. ولی گفتی من بودم، ببخشید، یه بدبختی هر روز تو سری. آقایون که این کارم میدونن من راست میگم جانش هستم. خب میگویم خب کسی نذر نمی کنه که اگر مشکلش حل شد بعد از اون دروغگوی را کنار کنه. آنان دور قبر امامزاده پول میریزند و اعتقاد دارن تا پول ندهن نذرشان پذیرفته نیست. مردمی این توهین حواله خود این آقا، مردمی به این ابلهی حتی در جنگل آمازون هم نیست. آقا در جنگل آمازون که مردم ابله نیستن، مرد حسابی هر کسی اینو نوشته، خجالت هم خوب چیزیه. مردمی هستن در آمازون زندگی میکنن، صلح‌آمیزترین و تمیزترین مردم هستن. یه برگی هم بستن جلو بهشون میگن، به بعضی یه قبیله هست میگن کودکان آفتاب، اونجا زندگی میکنن، ماهی میخورن، این رودخانه های زیبای آب روان اونجا زندگی میکنن، نه جنگی با کسی دارن، نه کلا سر کسی میذارن، نه پیغمبر عظیم و شان اکرم درش اعظم درش ظهور میکنه، میذارن زندگیشون رو میکنن، کاری به کار کسی ندارن. جنگل آمازون ابله نیستن که. میگه مردم بدین ابلهی در جنگل آمازون هم نیست، برای ادای نذر خود گوسفند بیچاره را میکشن و گوشت اون را میان چند خانواده پولدارتر از خود تقسیم میکنن و کله پاچه‌اش را هم صبح نخستین روز تعطیل با خوشحالی با سنگک تازه میل میکنن. واقعا ببینید، حالا گوشت
شکم ایرانی و بیشتر ملت ها به این گوشت عادت کرد، ولی حقیقتا حال آدم به هم میخورد از این کار غیر انسانی. شما کارد تیز برداری ولی سر گوسفند خرت و خرت جدا کنی، با طمع و نگاه لاشخور به این نگاه کنی و بعد ببری پوست اینو بکنی، بعد اما عشاش کباب کنی بخوری، بعد کله اینو مثل این آدم خورای قدیم کلش هم بذاری در قابلمه بودن صبح پرخورا و مفخورا هم جمع کنی و این شکم کذا و کذای بی هنر پیچ پیچ و پر چیز چربی هم تو کله پچه بعد وقتی این حیوان یک کله پزی تو شهر ما بود، این یکی از رجال مشهور شهر بود، چون کله های که کله پچه که میپخ میکلانج کله پزی بود، خلاص طوری بود که هنرش رو پسرش هم یاد نگرفت. اونا که اهل گلپایگان هم میدونن من راست میگم، کلم چی چلی تو بازار جای سیاهی بود، اینا دکونی داشت یه تنور نفش تو در 15 تا کلم شاید بیشتر نمید، کل خوردن دیگه واقعا از عجایب روزگاره. ما در یک آپارتمانی بودیم در سال 1976، عقبی نازنین ما خیلی علاقه مند بود به این داستان ها و رفته بود در بالتیمور، گیر نمید که یک کله گرفته بود و آورده بود اونجا، داشت این رو با تورچ چیز میکرد. خب این موهاش اینا باید بره دیگه، داشت این کار میکرد، بوی بدی هم راه انداخته بود. یه آمریکایی خیلی متعصب تگزاسی هم همسایه ما بود، نگاه که بالا گفت What the hell are you doing؟ یعنی چه گند کاری داری میکنی؟ نگاه کرد گید کله است، وحشت کرد، گفت این دیگه چیه، کله که کجا بردی فلا اینا؟ گفت من این دارم درست میکنم برای آزمایشگاه، خوب چیز اختراع کرد، گفت آمپایاج میکنم، میخوام پوست اینو درم چیز کنم پرش کنم از مواد، میدونی دیگه یه خود شما نریه حیوانات خوش میکنم. گفت آها، و گفت یارو به تگزاسی گفت اسمز ریل بد. خب حالا پس کلهشو با سنگک میخوره. اصلا کله فروشی و کله پزی یه شغل مهمیه، کاشان به این هم مشهوره، تا میگی کله پاچه میگه آقا در کاشان چه کله میپزه. اگر میخواهند بقیه دوستشان داشته باشند، خودشان را پولدار جلوه میدهند و اتومبیل های مدل بالا سوار میشن تا دیگران عاشق آنها شوند. آنها میدانند اگر دوست و فامیل احساس کنند که وضعشان مناسب نیست، طردشان میکنند. پس وانمود میکنند که دغدغه مالی ندارند. وقتی توی مهمانی مینشینند، درباره قیمت جدید خودروها میپرسند و میگویند که قصد دارند یکی بخرند. اما این در صورتی است که با پراید، در صورتی است که پراید یا سانتافه سوار میشوند. بیشتر مردم ایران تاجران خانگی هستند. اونها طلای اندوخته دارن، دلار و یورو خریدن یا در پی افزایش سود حساب بانکی خود هستن. پس هر روز دو سه نوبت صبح و ظهر و عصر قیمت ارز و سکه را پیگیری میکنن، چون نگران سرمایه خود هستن. مردم ایران آرامش ندارن، این در واقع این بهترین پاراگرافشه، آرامش ندارن، در واقع زندگی ندارن. اونها به این اعتقاد ندارن که هر کسی باید هماهنگ با درآمد خود زندگی کند. اونها ابتدا یخچال ساید بای ساید را نمادی از ثروت می‌دانستند و سپس به تلویزیون‌های تخت روی آوردند. بسیاری از مردم ایران ماهانه قسط خانه و اتومبیل و وسایل الکترونیکی را می‌پردازند که با نیازی ندارند. اجازه بدید که 607 سپاسگزاری. با درود بر شما هموطنان گرامی. خب به من زیاد زنگ می‌زنن آقا فکر می‌کنید که ایران که آزاد بشه؟ آخرین کسی که زنگ زد گفتم دوست عزیز، ایران زمانی آزاد میشه که آمار کتاب خواندن ایرانی از نمیدونم 75 ثانیه در روز یا 35 ثانیه در روز به نیم ساعت در واقع برسه. تا ما در خلوت خودمون ذهن خود قوی نکنیم،
و کتاب نخونید. کتاب 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 کتاب. حالا شما بفرمایید مطلب، روزنامه پاره، هر مطلبی قابل خوندنه. اینی که ما دلمون خوش کردیم به یه نمیدونم اپل 6، آقا این اپل 6 ابزاره بابا، یک مش نمیدونم کامپیوتر چی بود دقیقا بودن تو هم اینو دست میگیری، تمام وقت تلد و تلف میشه، هی دائم نشستی اینو میزنی برای چی آخه، چی کار قراره چی بشه، هی با شهین داری ایمیل میدی، هی به مهین داری قربون صدقه میری که چی، جوان ایرانی 10 ساله‌ها زمان مشروطه اسلحه گرفتن برن به جنگ روسا، یا جوانان رشید یا میره دماغش عمل میکنه یا میره نمیدونم صورتش میکشه یا میره زیر ابرو برمیداره. آقا این کارا که مهم نیست که حالا جراح پلاستیک بهشون برمیخوره، خب بخوره. آقا تو این آمریکای بزرگ من ندیدم هنوز یه جوانی بره دماغ عمل کنه. بابا جان تو فرانسهش هم نیست هیچ جانی اصلا ارزش، بابا میگم فرانسه میگه ارزش من به دماغشه، هرچی دماغش بزرگتر بهتر. این هنرپیشه هاشون ژان پل بلماندو و این آخری دماغه کنه، جنرال دوگل دماغش. آقا این چه مسخره بازیه، این چه تنگ نظری و بدبختی و گرفتاریه به جان ما افتاده، پولکی پولکی. یارو از ایران اومده هنوز کار نداره، دهش پولش نمیرم، عکس مازراتی و لامبورگینی اینا گذاشته، آه میکشه. آقا تو کی هستی که لامبورگینی سوار شی؟ آخه تو چه کاره هستی؟ یه آدم آمریکایی اگر حقوقش 200,000 دلار هم باشه در ماه فکر لامبورگینی به سرش نمیزنه، چون باید متناسب باشه، نمیدونم یه ماشین 500,000 دلاری نمیدونم 1,000,000 دلاری باید مواره یه کسی باشه که درآمدش 50,000,000 دلار در ماه باشه، خونهشون چنانی باشه، مناسبات و مهمانی هاش اینجوری باشه. اینقدر ما عقده پول داریم. حالا بمانم بذاری اینو بخونم خدمتون. باری این کتاب خوندن رو خواهش میکنم فراموش نکنید، کتابخونه ها رو پشتیبانی بکنید. و من به دوستان جوان که میدونم خیلی توجه دارن به این برنامه، من خیلی لطف دارن، توصیه میکنم مطالعه تنهایی خیلی خوبه، اما بهتر از مطالعه تنهایی این است که 5 نفر 6 نفر دوستان که مطمئن باشن به هم که حالا نمیدونم جاسوس و محسوس اینا نباشه، گرچه که دقیقا به این آخونده عجیب نیست، آقا 4-5 نفر جمع شن نمیدونم کلیل و دمنه هم بخونه، ممکنه از این خود کشیده و چماغدارا و بیزه اسلام به خطر افتاد. 5-6 نفر کتاب ها رو بخونن با هم تحلیل کنن و هر کسی نظر خودش رو بگه. کتاب ها و اشراف به تاریخ مملکت ما و بیچارگی مردم ما و کوشش های بی اثر ما در باب آزادی ما رو مطلع میکنه، کتاب ها ما رو مطلع میکنه. آرام آرام که این اطلاعات آمد صاحب پرنسیپ میشی، اصول مثل سیمان در وجود ما در واقع شکل میگیره و همین اصول هست در وجود مردان و زنان هست که کشورها رو نجات داده. تا ما آدم ها بدون پرنسیپی هستیم، هر طرف باد بیاد به یه سیلی فرار میکنه، از یه روز زندان بترسیم و نمیدونم هر آخون ببینیم سلام علیکم و این حرف ها به جای نمیرسیم. تنها چارش مطلع شدن، بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی. من حالا هخامنشی و نمیدونم اشکانی هم پیشکش، آقا از همین زمان فتح علی شاه و این جنگ ترکمانچه رو شروع کنی لطفا. کتاب بسیار هست، به خصوص تحلیل های فریدون آدمیت، به خصوص کارهای احمد کسروی، به خصوص کارهای آخونزاده، روشنفکران صدر مشروطه، اینا بسیار بسیار مهم هستن. میرزا آخان کرمانی، آخوندوف که همون آخونزاده باشه، مراغعی، طالبوف، اینها رو بگیرید حتما بخونید، با هم در باب صحبت کنید. بعد میبینید که آقا این دنیای نمیدونم اپل که من همه ندارم، آقا یه تلفنی بنده دارم آقا 15 دلار گرفتم 25 سال پیش، اینا یه خط میره یه خط میاد، اینا وقت ندارم. من وقت داشته باشم آقا کار نخونده، کتاب نخونده بسیاره. این مغزهای بزرگ، شما وقتی کتاب ارسطو رو در دست میگیرید، نه اینکه کتاب در دست گرفته باشید، شما در پیشگاه ارسطو نشستی، داره بهترین سخنانش رو به تو میگه، هگل داره بهترین حرفاش رو، نیچه داره به تو میزنه، در اونجا نشسته، شما در خدمت او هستی، چون بهترین اندیشه ها شما نکس کرده در این کتاب. هی
شفاهی، زری خانم اینو گفت، فاطمه خانم اونو گفت، تیمسار نمیشه چی اینو گفت، سرکار سرپاسبان فلانی اینو گفت، همه شفاهی، هر چه حرف زده میشه شفاهی. یکی آقا آمده راجع به شاهنامه با کلی موی سفید و اینا آمده میگه شاهنامه حاوی 80,000 بیت. آقا خدا پدر شما رو بیامرزه، رحمت کنه اجداد شما رو. آقا بیاد یه تحقیقی بکنید، آقا دو تا کتاب بخونید، یه چیزی، یه مقاله بخونید، بیاد راجع به یه همچین چیزی اظهار نظر کنید. بابا خب مردم ایران ها میگه که ماشینای میخرن، بعد صدا بوق که میاد بالا نگاه، چون وقت کمه. مردم ایران با اینکه وضع خوبی دارن اما همیشه ناله میکنن که پول ندارند. اینها خودروهای مدرن را به دو برابر قیمت اون در جهان میخرن و جدیدترین گوشی های موبیل و تبلت ها را به دست میگیرن، ولی روز و شب تکراری و مثل و روز شبی تکراری و زندگی شبیه زندگی مردگان دارند. دروغ و فریب و تظاهر و بی‌هدفی شخصیت اصلی آنان است. تمام سخن آنان دم زدن از معنویات است در حالی که دروغ میگویند و تمام فکر آنها پول است. آنها ازدواج را مقدس میدانند ولی تمام عقدنام آنها پولی و مادی است. گفتم خدمتتون عقدنام اسلام که میخونید در واقع معنیش اینه که این خانم بدنش رو در اختیار این آقا بذاره و سلام. در صیغه که کثیف‌ترین کار شیعه است و دیگه اسفل و سافلین کثافتکاری هست، مدتش باید معلوم باشه، مبلغی که پرداخت میکنی معلوم. خب روسبیگری چگونه است پدر؟ این روسبیگری الهی است پدر جان. پول میگه که میگه که مقدس میدانن ازدواج، ولی تمام عقدنامه اونها پولی و مادی است. اونها اعتقاد دارن که خدایشان هم مانند خودشان پولی است و با 7 تومان صدقه 70 بلا را دفع میکنن و دیدن خون نزلی گوسفند و گاوی و دیدن خون نزلی گوسفند و گاو از گناهان آنان میکاهد. من به جز ایران در خیلی کشورها کار کردم و یا مسافرت رفتم، ولی چنین مردمان هرگز ندیدم. آنان به خدای نادیده و عذابهای او اعتقاد دارند، ولی همه نوع جرم و گناهی را مرتکب می شوند، اعمالی که محال از یک ژاپنی که پیرو مکتب شینتوس انجام دهد. آنان مشروب را حرام می دانند، ولی از ما ژاپنی ها که شراب را مقدس می دانیم بیشتر می خورند و در یک کلمه ملتی سرشار از تناقض و توهی از زندگی واقعی هستند. این آقا فراموش کرده بگه که این زندگی واقعی مردم رو استبداد از دست آنها گرفته است. چند مطلب مهم دیگر هم بود که در باب راجع به حقوق بشر بود و گزارش‌های مفصل در ایران که وقت هم که تمام شد. از شما وطنان گرامی سپاسگزارم، از امیر در اتاق فرمان و شما هم وطنان گرامی هر جا که هستید، از کردستان بگیرید تا سیستان، از بندرعباس تا پارس‌آباد که برادران دلاور آذربایجانی اونجا هستن، سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.